به نام خدا. حکایت شاه دخت شهوتران. روزی بود و روزگاری پادشاهی بود که دختری جوان و بسیار زیبا رو داشت، اما دخترش بسیار شهوتران و هوسباز بود و نمیتوانست شهوت خود را کنترل کند. به همین خاطر با مکر و فریب و دلبری، با پوشیدن لباسهایی که برجستگیهای اندامش را به نمایش میگذاشت، مردان قصر را فریب میداد و آنها را به خلوتش میبرد و با آنها به عشقبازی مشغول می شد. مردان بیچاره وقتی می دیدند که کار دارد به جاهای باریک می کشد و دختر پا را از حد فراتر می گذارد، از ترس جان خود و اینکه اگر پادشاه بفهمد با دخترش هم بستر شده اند آنها را می کشد، به بهانه آنجا را ترک می کردند و فرار را برقرار ترجیح می دادند و دختر را که به اوج شهوت رسیده بود همانجا رها می کردند و این باعث شده بود که حال دختر هر روز بدتر و بدتر شود و از این ناکامی ها شهوتش افزونتر گردد. هر روزی که می گذشت دختر با آتش بیشتری مردان را به خلوت خود می کشند و در نهایت با ناکامی و لذات نصف و نیمه آنها را از خود می راند. تکرار هر روز این اتفاق در نهایت منجر به بیماری سخت دختر شد. پادشاه از این وضعیت ناراحت بود و طبیبان زیادی را برای مداوای دخترش به قصر آورده بود، اما طبابت آنها تا زمان کوتاهی اثر داشت و دوباره روز از نو و روزی از نو. روزی وزیر پادشاه به او گفت: حکیم دانایی را می شناسم، او را نزد شما می آورم تا شاید چاره‌ای برای این درد و رنج پیدا کند. حکیم به قصر آمد و نزد پادشاه رفت و پادشاه مشکل دختر را با او در میان گذاشت. حکیم گفت: چاره این مشکل که بسیار ساده است، باید دخترت ازدواج کند. پادشاه گفت: خودم هم در همین فکر بودم، از سایه از میان درباریان شخصی مناسب را انتخاب میکنم. ناگهان حکیم گفت: نه نه، او باید با شخصی که من میگویم ازدواج کند. پادشاه با تعجب گفت: چه کسی را برای دخترم در نظر داری؟ حکیم گفت: جوانی کشاورز که بسیار خوش چهره و خوش قامت است. در مزرعه‌ای که ارث به جا مانده از پدرش است، کشاورزی می‌کند و خانه کوچک کنار آن مزرعه ساخته و تعدادی گاو و گوسفند هم دارد. پسر از راه فروختن شیر و پشم و محصولات مزرعه روزگار می‌گذرانند و همراه با مادر پیرش زندگی می‌کند. اگر میخوای دخترت خوب شود، فقط باید با این جوان ازدواج کند. پادشاه فریاد زد: مگر عقلت را از دست داده ای؟ چطور امکان دارد دختر ناز پرورد و دردانه‌ام را به یک مزرعه روستایی بفرستم تا مانند رعایا در سختی و مشقت زندگی کند، گاو و گوسفند بدوشد و کشاورزی کند؟ تا کنون دستان ظریف و زیبایش جز برای بلند کردن قاشق و چنگال به زحمت نیفتادند. حالا چطور اجازه بدهم با دستانش پهن گاو جمع کند و پستان گوسفندان را بدوشد؟ حکیم لبخندی زد و گفت: سرورم، شاید مشکلتان همین ناز پروردگی باشد. اگر چاره درد دخترتان را می خواهید، فقط در خانه آن پسر می توانید آن را بیابید. دیگر خود دانید. پادشاه که گیج شده بود با تردید و ناچارن پیشنهاد حکیم را پذیرفت و وزیر را به همراه حکیم نزد جوان فرستاد تا او را برای ازدواج با دخترش به قصر بیاورند. وزیر و حکیم نزد پسر رفتند و ماجرا را برای او گفتند. پسر در ابتدا از حضور وزیر پادشاه در مزرعه کوچکش حیرت کرد. بعد که علت حضور او را یافت، قهقهه بلندی سر داد و گمان کرد او را به سخره گرفتند. به وزیر گفت: حتما پادشاهتان عقلش را از دست داده است که می‌خواهد دخترش را به عقد من درآورد. دلش را به خانه و ثروت نداشتم خوش کرده یا اصل و نسب رعیتی هم چشمش را گرفته؟ حکیم رو به پسر کرد و گفت: درست است که رعیت زاده یا ثروت نداری، اما چیزی در وجودت داری که درمان درد دختر پادشاه است و ما به همین علت به اینجا آمده ایم. سپس وزیر گفت: ای جوان، به بخت خودت لگد نزن. چه چیزی بهتر از اینکه داماد پادشاه باشی؟ نمیخوای آخر عمری مادر پیرت را سربلند و شاد کنی و تا آخر عمر در آسایش و راحتی زندگی کنید؟ این زندگی بخور و نمیر خوب است یا اینکه سری تو سرها در بیاوری و برای خودت کسی شوی؟ جوان کمی فکر کرد و گفت: مگر نمیگویید دختر پادشاه بیمار است؟ خب این که دیگر خوشبختی نیست، همین را کم داشتیم که مادر پیرم آخر عمری مریضداری کند، آن هم مریضی که دختر پادشاه است و اگر خار به پایش برود پادشاه گردن من را میزند. حکیم گفت:
آری، دختر پادشاه بیمار است، اما نه آن بیماری که تو فکر میکنی. آنقدر چک و چانه نزن و همراه ما به قصر بیا. خودت دختر پادشاه را ببین، بعد تصمیم بگیر که میخواهی داماد شاه بشوی یا نه. پسر گفت، خب این شد یک چیزی، ولی راستش را بگویید. اگر قبول نکنم که با شاه دخت ازدواج کنم، پادشاه میگذارد سر سالم از قصر خارج کنم، یا سرم را بر نیزه میکند و توی شهر میچرخاند تا عبرت جوانان دیگر شود. وزیر گفت، نترس، من به تو قول میدهم دست خالی از قصر خارج نخواهی شد. پسر با اکراه قبول کرد و همراه آنان به قصر رفت. وقتی چشم پادشاه به پسر افتاد، جوانی خوشقامت و قوی هیکل را دید و بسیار مهر او بر دلش نشست. دستور داد لباسهای فاخر و زیبا بر جوان بپوشانند و برای آشنایی نزد دختر فرستادند. پسر وارد اتاق دختر شد و از چیزی که می دید دهانش باز مانده بود. برای لحظه حتی فراموش کرد چطور باید نفس بکشد. دختری در مقابلش دید به حد اعلی زیبا، صورتی همچو قرص ماه و لبانی به سرخی یاقوت، خوش قد و قامت و بسیار خوش هیکل، در لباسی زیبا که برجستگی های اندامش را هرچه تمام تر به رخ هر بیننده می کشاند و هوش از سر هر جنبنده می برد. با سرفه دختر جوان به خودش آمد و نفسی از سر شوق کشید و با خودش گفت، هیچ کجای این دختر که به بیماران نمی خورد، نکند دستم انداخته باشد. در آن سمت اما دختر با دیدن قد و قامت جوان گل از گلش شکفته بود و از فکر ازدواج با او قند در دلش آب می شد. دختر پسر بسیار یکدیگر را پسندیده بودند و فقط مانده بود پادشاه که بساط عروسی را بچیند و آنها را به وصال هم برساند. القصه، جشن ازدواج برگزار شد و عقد این دو جوان جاری شد. البته ناگفته نماند که پادشاه ضمن عقد به دخترش گوشزد کرد که نمیتواند در قصر بماند و باید همراه پسر به خانه او برود و دیگر خبری از آسایش و راحتی خانه پدر نیست. دختر با خودش فکر کرد که مگر زندگی در یک خانه روستایی چقدر می‌خواهد سخت باشد، و بعد با تصور اینکه قرار است با جوانی این چنین جذاب هماغوش و همبستر شود، شوقی عجیب در دلش احساس کرد و در نهایت همه شروط پدر را پذیرفت. عقد جاری شد و پس از اتمام جشن پسر عروسش را سوار بر اسب کرد و به سمت خانه خود روانه شد. به دستور حکیم دختر تنها و بدون کنیز و غلام و تنها با هدیه کوچک از طرف پادشاه و ملکه و وسایل ضروری به خانه شوهر رفت. وقتی به خانه رسیدند پسر عروسش را به داخل اتاق گرم و کوچک خود برد و آرام او را در آغوش گرفت و صورت ظریفش را غرق در بوسه کرد. دختر هم دست در میان موهای پریشان همسر کرد و مشغول عشق بازی شدند و کام دل برآوردند. فردا صبح پسر با مهربانی همسرش را از خواب بیدار کرد و بوسه‌ای بر لبانش کاشت و سپس نزد مادر رفتند و با هم مشغول خوردن صبحانه شدند. بعد از صبحانه پسر آماده رفتن به مزرعه شد و دختر با چهره غمگین به او گفت، امروز اولین روز زندگی ماست، می‌خواهی من را تنها بگذاری؟ پسر با مهربانی به او گفت، از حالا باید بیشتر تلاش کنم تا زندگی بهتری برایت فراهم سازم. هرچه نباشد تو دختر نازپرورده پادشاهی که اکنون با من در یک مزرعه کوچک زندگی میکنی. نگران نباش، مادرم پیش توست و من زود بر میگردم. دختر نگاهی به مادر همسرش انداخت و گفت، حالا من چه کنم؟ مادر پسر زنی زیرک و بسیار دانا بود. با مهربانی به او گفت، همسرت ظهر باز می گردد. باید غذایی برای او آماده کنی. دختر با تعجب گفت، من که غذا درست کردن بلد نیستم. پیرزن گفت، اشکالی ندارد، به تو یاد خواهم داد. و سپس با هم مشغول درست کردن غذا شدند. دختر مطلقاً هیچ کاری بلد نبود و مدام خرابکاری می کرد و خلاصه مدام لنگهایش به هم گره می‌خورد و حسابی خانه و آشپزخانه را به هم ریخته بود. اما پیرزن با صبوری به او آموزش می‌داد. بالاخره با مشقت فراوان غذا آماده شد و خانه همچون روز اول تمیز. کمی بعد پسر به خانه بازگشت و نزد همسرش رفت تا او را در آغوش بگیرد. اما از بوی بد لباس‌های پسر که به طویله برای دوشیدن شیر رفته بود، حال دختر بد شد و سری به عقب رفت. پیرزن با زیرکی و به آرامی به دختر گفت، همسرت بعد از کار فراوان با خستگی به منزل آمده،
وظیفه توست که او را همیشه آراسته نگه داری. حالا بیا با هم برویم کمی آب گرم کنیم تا همسرت حمام کند. خلاصه پسر بعد از حمام کردن نزد آنها رفت، اما باز پیرزن آرام در گوش دختر گفت: تو هم از صبح مشغول کار بودی و به خودت نرسیدی، پس برو و خودت را آراسته کن و نزد ما بیا. دختر چنین کرد. پس از خوردن غذا دختر همراه همسرش به اتاق خود رفتند و هر دو آنقدر خسته بودند که در آغوش هم به خواب رفتند. دختر ناز پرورده و شهوتران پادشاه صبحای زود از خواب بیدار می شد و برای همسرش صبحانه آماده می کرد. گاهی با او به مزرعه می رفت و گاهی برای دوشیدن شیر همراهش به طویله می رفت و گاهی هم داخل خانه می ماند و برایش غذا آماده می کرد. و شبها در آغوش گرم و پرمهر او به اوج لذت می رسید. از وجود همسرش سیراب می شد و به خواب آرام و راحتی فرو می رفت. در این میان زیرکی و مهربانی مادر پسر باعث شده بود که دختر چیزهای زیادی یاد بگیرد و اینکه فهمیده بود همسرش مردی متعصب است و دوست ندارد مردان نامحرم او را ببینند. و دختر که عاشق پسر بود زمانی که مرد غریبه‌ای به آنجا می آمد روبنده‌ای می زد و به مردان نامحرم نگاه نمی کرد. پس از گذشت ماه‌ها پادشاه که دلتنگ دخترش بود با اجازه حکیم همراه همسرش و حکیم و تعدادی غلام و کنیز به دیدن آنها رفتند. مرد جوان و مادرش با گرمی از آنها استقبال کردند. دختر پدر را در آغوش گرفت. پدر از دیدن او بسیار تعجب کرد. دخترش روبندی به صورت داشت و به مردانی که همراه او بودند اصلا نگاه نمی کرد. دختر با سلیقه و بسیار دقیق از آنها پذیرایی کرد و آنها را برای شام دعوت کرد. و خودش با دستهای خودش برای آنها غذا آماده کرد و آنها همچنان در تعجب بودند. پس از خوردن غذا پادشاه قصد رفتن کرد و با آنها خداحافظی کرد و به طرف قصر حرکت کردند. پادشاه در راه رو به حکیم کرد و گفت: من این دختر را نشناختم، آیا واقعا دختر من بود؟ حکیم با لبخند گفت: آری. و ادامه داد: دختر شما در قصد کاری جز خوردن و خوابیدن و رسیدن به خود و اندامش نداشت. بیکاری و پرخوری باعث بالا رفتن شهوتش می شد و چون نمی توانست به طور کامل شهوتش را ارضا کند هر روز بدتر و بدتر می شد. اگر دخترت با یکی از درباریان ثروتمند ازدواج می کرد باز هم همانگونه بود و چه بسا با شهوت بالایش به همسرش خیانت هم می کرد و به خاطر آتشی که داشت هر روز به بستر مردی می رفت. اما زندگی در این مزرعه کوچک باعث شده که او از صبح مشغول کار و فعالیت برای زندگی خود باشد. آتش و شهوت او کاملا رفع شد و حالا دخترت عاشق همسرش شده و زندگی خوبی کنار او دارد. حال می توانی آنها را به قصد نزد خود بیاوری و به آنها کمک کنی تا زندگی بهتری داشته باشند. پادشاه از شنیدن سخنان حکیم بسیار خوشحال شد و از حکیم تشکر کرد. دختر نیز با خوبی و خوشی و عشق در کنار همسرش سالهای سال زندگی کرد. دوستان عزیزم، از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما بودین بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و کامنت از ما حمایت کنید و با نظراتتون برای ادامه کار به همون انرژی بدید. اگه لذت بردین خوشحال میشیم ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.